همه مشکلات و نکبتی که برای کشور ما داره یک نقاط فرصت هم برای ما در بعضی از زمینه‌ها هست. حسن روحانی در حالی از تحریم‌ها به عنوان نقاط فرصت یاد می‌کنه که همین حالا با افزایش قیمت ارز، ریال در رکوردی تاریخی با 13% سقوط دیگه به پایین‌ترین حد ارزش خودش در برابر دلار رسیده و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشش که مربوط به دورنمای اقتصادی جهان بعد از شیوع پاندمی کرونا است، برای سال جاری رشد اقتصادی ایران رو -6%، نرخ تورم رو 34.2% و نرخ بیکاری رو 16.3% پیش بینی کرده. بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا که موجب توقف کامل دست کم 38% کسب و کارها از جمله مشاغل مرتبط با واردات، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، هتلداری، حمل و نقل بین المللی و شرکت‌های دانش بنیان شده همچنان ادامه داره و بعید به نظر میرسه سیاست‌های حمایتی دولت بتونه برای نجات این کسب و کارها مؤثر باشه. دستتون درد نکنه آقای خامنه‌ای، آقای روحانی. کارگاهی که سال‌های سال بود کار می‌کرد، مستقیم و غیر مستقیم به 100 نفر نون می‌رسوند، به این وضعیت در اومد. کارشناسان رقم خسارت ناشی از کرونا به این کسب و کارها رو بالغ بر 2 میلیارد دلار در ماه برآورد کردند، در حالی که بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای کمک به اونها تنها 75 هزار میلیارد تومان بود که اون هم با شرایط خاص به عنوان تسهیلات در دسترس صاحبین مشاغل قرار گرفت. In a few moments I'll be signing an executive order imposing hard-hitting sanctions on the supreme leader of Iran and این در حالیه که سیاست فشار حداکثری ایالات متحده که با خروج آمریکا از برجام آغاز شده همچنان ادامه داره و وضع انقریب تحریم‌های جدید این فشار رو بیش از پیش سنگین‌تر می‌کنه. تحریم‌هایی که تمام پیوندهای ایران با سیستم مالی جهانی رو قطع، صادرات نفت رو عملاً متوقف و دولت رو با کمبود شدید ارز مواجه کرده، تا جایی که رئیس دولت در هشداری جدی به صادرکنندگان از اونها خواسته تا ارز صادراتی رو به کشور برگردونن وگرنه باهاشون برخورد میشه. ما مالک ارز هستیم. کسی که صادر کرده، اگر مقررات کشور اینه که اینی که صادر کرده باید ارز و برگردانه، موظف طبق مقررات کشور ارز و برگردانه. خب البته اگر کسی بخواد تخلف بکنه، ارز و بر نگردونه، بخواد سوء استفاده بکنه، هم بانک مرکزی ما وارد عمل میشه، اسامی اونها رو اعلام میکنه، هم قوه قضایی ما وارد عمل خواهد شد. این در حالیه که بخش بزرگی از این صادرکنندگان به دلیل تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تمایلی به انجام این کار ندارن و به گفته رئیس کل بانک مرکزی هنوز 27 میلیارد دلار از 72 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته. جدای از تحریم‌ها و بحران اقتصادی کرونا که تقریباً همه جهان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، از نقش چالش‌های داخلی اقتصاد ایران از قبیل چند نرخی بودن ارز، فساد، رانتخاری و عدم شفافیت در سیستم مالی حکومت هم نباید ساده عبور کرد. رسوایی گم شدن حدود 5 میلیارد دلار در بدنه اقتصاد دولت همزمان با درخواست همین مبلغ از سوی حکومت از صندوق بین‌المللی پول نمونه ای از این چالش‌های داخلیه که موجب شده فعالین صنفی و کارآفرینان نتونن ارزیابی دقیقی از شرایط موجود داشته باشن و استراتژی‌های کاریشون غالباً با شکست همراه بشه. ضربه سنگین تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به ساختار آسیب‌پذیر و بیمار اقتصاد برخلاف ادعای حاکمین تهران سیستم مالی ایران را به مرز فروپاشی رسونده و به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز فاجعه‌باری در مقابل مردم ایران قرار داده که امکان شکوفایی و رونق مجدد را از اونها سد می‌کنه. علی پیرهادی، اتاق خبر.